سلام و صبحتان بخیر، آرزو دارم هر کجا که هستین صحتمند و سرحال باشین. شما بیننده مجله صبح از تلویزیون یک با من موسی محمدی هستید. امروز می‌خوایم در رابطه با کارکردها و همچنان فعالیت‌های وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی صحبت داشته باشیم. مهمان برنامه آقای عنایت الله الکوزی، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی با ما در برنامه هست و شما مگر در این رابطه پرسش و همچنان سوال دارین میتونین به برنامه تماس بگیرین. 0790 13 71 71 شماره تماس برنامه است. الکوزی صاحب سلام، صبحتان بخیر، بسیار زود تشکر که به برنامه آمدین. صبح شما بخیر محمدی صاحب، صبح همکارای شما و صبح تمام ملت افغانستان. تشکر. اگر در خصوص یک سال گذشته در رابطه با وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در رابطه با فعالیت‌هایش صحبت داشته باشیم که چه فعالیت‌ها داشته تا حالا؟ خب قبل از همه باید گفت که وزارت مخابرات قبلا چند بخش شده بود، اترا، پست، تلکام، این بخش‌هایی بودند که از وزارت مخابرات جدا شده بود. با روی کار آمدن امارت اسلامی افغانستان، وقتی که رهبری جدید به وزارت معرفی شدن، هدفشان و همکار اولیشان این بود که همین سکتور را پس یک جای کنند. بخاطر کارشان شریک هستند و مربوط بخش های دیگر شده بودند. یکی از دستاورده کلانی بود که اترا، تلکام، افغان پست که جدا شده بود، پس به وزارت مخابرات تکنولوژی معلوماتی یک جای شدن و در تشکیلشان هم یک جای شدن. و فعالیت‌های دیگه سایت‌های مخابراتی در افغانستان که بود، فرزند سر تا سر افغانستان غیر فعال بودن، با تهدید مواجه بودن، سوخته بودن، از کار رفته بودن. اکثریتشان 2048 سایت مخابراتی که یا تحت تهدید بودن یا از بین رفته بودن یا عریق شده بودن، و دوباره فعالیت به فعال شدن و به فعالیت آغاز کردن و در تمام نقاط افغانستان فعلا در جایی که بودن خدمات را ارائه میکنن. یکی از دستاوردهای کلان وزارتی بود که همراه مشکلاتی که داشتیم در یک سال، ما تقریبا 1.2 میلیارد افغانی عواید بیشتر داشتیم نسبت به سال گذشته. 6.8 میلیارد افغانی در کل ما عواید جمع‌آوری کردیم، هم رانداف کنیم 7 میلیارد، که در 1.2 میلیارد افغانی نسبت به سال گذشته ما عواید بیشتر داشتیم. یکی از دستاورده خوبی وزارت است. در بخش افغان پست فرزن ما تقریبا 150 میلیون افغانی عواید بیشتر داشتیم، در حالی که ما همراه بعضی از مشکلات مواجه هستیم. فعلا هم امیر قم در بخش افغان تلکام تقریبا 35% عواید افغان تلکام نسبت به سال گذشته بالا رفته. بله. که یک از دستاوردهای خیلی خوب در رابطه با فعالیت های یک ماه گذشته و همچنان زمانی که امارت اسلامی روی کار آمد و شما به عنوان سخنگو و همچنان آنهایی که در رأس وزارت هستند کار کردند، چی گونه مشکلات در اوایل امی که حکومت سقوط کرد در این وزارت چی گونه مشکلات زیادی بود؟ بخصوص در قسمت شما گفتین که در بعض نقاط پایه های شبکه های مخابراتی بود، آیا اونها تخریب شده بود نشده خوب بود؟ مشکلات بود، مشکلات زیاد بود. ما براتون اول هم گفتم که فرضاً بخش وزارت مخابرات که از خود وزارت مخابرات بود جدا شده بود، فرضاً مستقل کار میکردن که باید تحت تاثیر وزارت مخابرات میبودن، یا پس همراه وزارت مخابرات یک جای شدن و تشکیلشان هم یک از دستاوردهای کلانی بود که سر تشکیلشان هم کار روان نیست. البته تشکیلشان هم نهایی شده، از پست، تلکام، اترا، وزارت مخابرات تشکیلشان هم نهایی شده و ریاست هایی که فرزن ضرور بودن فرزن ریاست مخابرات. تماس هم داره هموطن ما از ولایت مزار شریف. سلام، صبحتان بخیر، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم سلام برادر، بفرمایید نامتان. خوب هستم، بخیر محمدیم، از مزار شریف تماس گرفتیم. بفرمایید برادر. برادری محترم سلام به مهمان شما، به همکاران شما. ما یک سوال داشتیم از این سخنگوی شهر وزارت تکنولوژی. یعنی برادر همی پنج افغانی که از این کردیت های ما به وزمیشه میگیرند، امی در کجا رفت، در کجا مصرف شده، در حکومت سابق و چور و تفاهم میشید، حالا امیر برای ما معلومات بدیم که امی پنج افغانی که ما میگیره امی در کجا مصرف میشه، حالا برای
دولت مصرف میشه، برای مردم مصرف میشه. دیگر اینترنت ما، اینترنت بیخی بیشار به حد ضعیف است که نیست اصلا کار نمیکنه. بله. بیر یک معلومات شما خواستیم از میمون عزیزم یک پرسان کنیم. تشکر برادر، بخیر باشین. یکی از مزلایی که در حکومت گذشتان بود و مردم بخصوص از شبکه‌های مخابراتی که عوایدش کجا میره، 5 افغانی در 50 افغانی و همچنان بلندتر که میره 100 افغانی و بالاخره گزاف شده میره. خب ما یک سیستم داریم به نام RTDMS Real Time Data Management System. ای از طریق هر سیم کارت که در همین جغرافی افغانستان فعال باشن، قبلا یک مشکل، ما یک به موضوع دیگه اشاره میکنم، قبلا یک مشکل بود که فرضاً مردم میگفتن که سیم کارت های غیر راجستر، سیم کارت های غیر راجستر در افغانستان موجود نیست، یعنی سیم کارت غیر راجستر هرگز کار نمیکنن، تندی نمیتن. و سیم کارت ها که بودن غیر راجستر که میگفتن، اون سیم کارت های غیر قانونی بود که سر یک تذکره چند سیم کارت کشیده شده بودن. از همین سیم کارتی که از وقتی که در افغانستان فعالیت میکنن تا به حال این سیستم پیسه دار میتن، اما وقتی که رهبری وزارت و وزارت مخابرات آمدن، کار اولیشانی بود که یعنی این پیسه را معلوم کنن، چه قسم جمع‌آوری میشه، کجا میره و چه قسم تحویل وزارت مالیه شود. لله الهم یک افغانی، فعلا یک افغانی همین 6.8 میلیارد افغانی را که بر شما گفتم که 1.2 میلیارد افغانی عاید بیشتر داشتیم نسبت به سال گذشته. در میان از این هم پیسه 10% کردیت کارت ها هم موجود است که از سیم کارت ها گشتانده میشه. حالا مشکل همی، سوال همی از برای مردم که بالاخره پول کجا میره؟ خب پول با اکانت وزارت میره، از اکانت وزارت به وزارت مالیه میره. یک گپ ما برتون بگم، از موضوع بیرون نشیم، فعلا افغانستان متکی به عواید داخلی هستند. همه عواید داخلی هستند که مردم معاش میگیرن، فرضاً یعنی برمیگرده به دولت دوباره. برمیگرده بر دولت و دولت هم کارهایی که لازم میدونه سر از انجام میده. خیلی خوب، تماس داره محمد جان از کابل. سلام برادر، بفرمایید. صدای ما را میشنوید برادر؟ بفرمایید. اگر صدای ما را میشنوید لطف کنین تلویزیونتون را پخش بکنین. بفرمایید برادر. علیکم سلام. سلام علیکم. علیکم سلام، بفرمایید برادر. خوبه برادر، خیریتید؟ تشکر، بفرمایید سوالتان برادر. خب زمانی که تماس می گرفتین موقعیت خوب اختیار بکنین، دوم دگام صدای تلویزیونتان پخش بکنین، از طریق تلفن صدای ما را بشنوین تا در جریان از اینکه تماستان به برنامه وصل میشه قطع نشه. در رابطه با سایت های مخابراتی اگر صحبت داشته باشه ملکوزای صاحب، که فعالیت هایش هنوز هم پابرجا است. بله، مردم که زیاد مشکل دارن فعلا و همراه ما شریک میکنه، همراه شما شریک میکنه، همراه رسانه شریک میکنه، فرضاً مناطق دوردست افغانستان است که سایت های مخابراتی اونجا فعالیت نمیکنه. ما یک پروژه داریم به نام TDF. این فنده است که ما از شبکه های مخابراتی میگیریم، به خاطر در جایی که فرضاً شبکه مخابراتی اونجا دل خوش نمیکنه که فرضاً یک سایت مخابراتی فعال کنن، وزارت مخابرات هم اونجا یک سایت فعال میکنه به خاطر مردم. فعلا در سر تا سر افغانستان از طریق همین پروژه TDF تقریبا 450 سایت در نظر گرفته شده که در سر تا سر افغانستان، مناطق دوردست افغانستان، مناطق که فرضاً مردم دسترسی ندارن به خدمات مخابراتی، ایرا همونجا سایت های مخابراتی را نصب کنن. فعلا تقریبا ما به 100,000 نفر در مناطق دوردست افغانستان، مناطق شهرنشین، مناطق که روستا و قرا و ولسوالی ها باشن، در این مناطق ما با 100,000 نفر خدمات مخابراتی مهیا کردیم. تماس داریم، باز برمیگردیم ملکوزای صاحب. برادر ما از ولایت پنشیر، سلام، صبحتان بخیر، بفرمایید. متاسفانه که تماسشان قطع شد. 0190-1371-71 شماره تماس برنامه است. موقعیت خوب اختیار بکنین تا در جریان ازی که تماسان به برنامه وصل میشه تماسان قطع نشه. افغان پست و همچنان فعالیت هایش چند یا یک مدت مردم شکایت داشتن ازش، حالا فعالیت های افغان پست چگونه است؟ خب خوشبختانه فعلا افغان پست همراه یو پی یو یک تعهد بسیار خوب داره، اتحادیه پست جهانی. فعلا دیگه ما در حدی هستیم که میتونیم مراسلات داخلی و بیرونی را به طور احسنش اجرا کنیم. در داخل افغانستان افغان پست مراسلات از سر تا سر کشور
مکاتب مراسلات و چیزی که مردم میخواین این را انتقال داده میتونن. یک چیز دیگه که فعلا اوپن پست به مردم خدمات ارائه میکنن و عواید خوبی هم دارن، کردیت رساندن کردیت کارت، رساندن سیم کارت ها به محلی که مردم میخواین، که از این طریق ما تقریبا 2 میلیون افغانی عواید داشتیم. یعنی عوایدی است که فرضاً نوعی طرح جور شده و سر خوشبین است، یعنی خوشبین هستیم. بله، و می قسم فعلا هم اوان پست دی صدر است و دی کوشش میکنه که مردم افغانستان هم مراسلات خود که به خارج ارسال میکنه، ما را کشورهای خارجی گپ بزنن که بتانیم به شکل حسن و به شکل خوبترش. خیلی خوب، تشکر. بیننده ما روی خط تماس، سلام. سلام علیکم، سلام به شما، سلام به همکارایتون. علیکم سلام، بفرمایید برادر. سوال ما می بود که امی انترنت بسیار سرعتش پایین است و انترنت این قیمت است 1 جیبیش. سلام علیکم، مشنویم صدای ما؟ مشنویم، بفرمایید برادر، ما سوال شما را داریم. امی سرعت انترنت پایین است، درست کار نمیتر وقتی از جایی با تماس میگیری بسیار با مشکل هستیم، امیرم نشد. در کدام ولایت هستین شما برادر؟ تشکر، بخیر باشین. ولایت مزار شریف. سر کیفیت اینترنت و قیمت اینترنت صحبت داشتن. ما سر کیفیت اینترنت فعلا وزارت و رهبری وزارت کار میکنه، ما کوشش میکنیم شبکه فایبر نوری را در افغانستان وصل کنیم تا بتانیم افغانستان شکل ترانزیتی معلومات، انتقال معلومات و انتقال اینترنت با خود بگیره، به خاطر که ما میتونیم آسیای میانه را کته آسیای جنوبی وصل کنیم از طریق فایبر نوری و سرش کار آن است. کیفیت نسبت به سابق، اگر ما تیمای تکنیکی که جستجو کردن نسبت به سابق خوبتر شده، اما ساحات گسترش یافته، در ساحات که فرضاً خدمات نو ارائه شده مردم شکایت میکنن. ما تقریبا امسال 127 سایت مخابراتی که خدمات توجی داشتن در سر تا سر افغانستان، ای از توجی به 3G ارتقا یافته. فرضاً 285 سایت که در افغانستان فعالیت داشتن، ای به 4G خدماتشان بالا رفتن. سرش کار روان است. بخش مخابرات و تکنولوژی بخشی است که بخش تکنیکی است، برای از پلان ساخته میشه، ساحه چک میشه، امکانات سنجیده میشه، بعد از او ساحه عمل برشان بر میشه. برادر ما از ولایت غزنی، سلام، بفرمایید سوالتان. سخنگوی که یک سوال داشتم، اینه که اینا میگن که دست که کریدیتایی که اینا میگیرن، این خوب این دستگیری که میگیرن از خاص مردم است، آیا ملت افغانستان به این دستگیر راضی هستن که پول بپردازه یا خیر؟ باید اینا در این نظر غور بکنن که مردم به چه وضعیت است و دست که کریدیتایی اینا زیاد است، پول هم گفت یک اینا میگیرن. و دومی که برابر سوال مهم اینه که در شهر غزنی، یعنی ما از مقام ولایت قمندانی امنیت خود ریاست مخابرات تقریباً 500 متر فاصله نداریم، منطقه که ما زیر داریم، بنابراین از تمام شبکه‌های اینترنتی مخابراتی که هست خودش که اینترنت سایتی اصلا کار نمیده، ضعیف است، آنقدر ضعیف است که مجبور است اینا بالاشن بالای بام یا طرف کار بزنن. تنها این منطقه نیست، داخل کل شهر غزنی تقریباً بسیار ضعیف است اینترنت. سوال دیگه نداشتید برادر؟ من خواهش می‌کنم که سوال کنید که آیا این جرم نکنم و چطور میشه شما خودم برنامه رو دست دارم یا نداریم؟ بله، تشکر برادر. الکوزای صاحب ولایت غزنی گفتن 3-4 شبکه مخابراتی حتی مو آنتنایشان هم نزدیک خانه است، ولی پیچ اینترنت کار نمیده. اینا فعال میکنن ولی کردیت هم بسته تمام میشه ولی اینترنت استفاده نمیشه. ما این مشکل انشالله امروز همراه بخش مسئول شریک میکنم و گفتن که 10% مردم راضی هستن نیستن راضی. خوب ما خوب همو خدماتی که در وزارت میشه ارائه میکنم، این مسئولیت رهبری است که همراه رهبری صحبت شوه که این مردم فرضاً قبول میکنن نه قبول نمیکنن، باز تصمیم گرفته میشه. برادر ما از مزار شریف در بخش قیمت اینترنت گفتن. خوب قیمت اینترنت سابق ما در کنفرانس مطبوعاتی هم ارائه کردیم، فرضاً 1 جیب اینترنت هم شبکه های مخابراتی با 250 افغانی، 220 افغانی، از 180 گرفته تا 250 افغانی به مردم پیشکش میکردن. وزارت مخابرات از یا نرخ های نهایی گرفتن
سر از او بحث کردن اما فایده که فرضاً به شبکه باید داده شد سرش انداخته شد. در نهایت 110 افغانی بر از یا قیمت داده شد که فرضاً از 110 افغانی شما نمیتونین بالا یک جیب اینترنت بفروشین که فعلا این سر کل شبکه‌های مخابراتی قابل اجرا است و باید را اجرا کنه که یک دستاورد خوب است به وزارت مخابرات مردم هم بسیار زیاد میخواستن ارزویشان بودن که فرضاً قیمت‌های اینترنت در افغانستان پایین میاد. بله این طرح تا حالا چقدر عملی شده برای همه شبکه‌ها عملی شده؟ شما نظارت داشتید از این طرح تا حالا؟ بله این طرح سر کل شبکه‌ها قابل اجراست. شبکه‌ها در روزی که کنفرانس مطبوعاتی بودن یا نظرشانی بود که یک چند روز بر از یاد داده شون تا قیمت‌های در سیستم خود یا را جا به جا کنند تا به مردم ارائه کنند، اما هیچ شبکه مخابراتی نمیتونه که از این دستور سرکشی کنه. بله بله. برادر ما از ناحیه 5 شهر کابل با تماس است، بفرمایید. صدای ما را دارین برادر، بفرمایید سوالتان. بله، راجع به شبکه مخابراتی افغان تلکام با تماس شدیم. ما سابق تلکام اینجا بالا دیگه که سیستم خراب شد یا جچنگ از اینکه خراب شد دیگه ما هم در خودش نشدیم و دیگه از طرف شکل هم که از طرف ما نامد اینا دوباره ما نیاز پیدا کردیم نوازی میخواییم وای فای استفاده کنیم از افغان تلکام. یک شماره خود ما هستیم چیزی که ما دوباره که یا وصل شد بتونیم که شنگر دیم. بله تشکر برادر، سوالتان گرفتیم. خوب است الکوزای صاحب در خصوص افغان تلکام اگر صحبت داشته باشیم که فعالیت چقدر شده و بعدش با اینترنت و همچنان خدماتش که چقدر با کیفیت شده تا حالا. خوب شبکه افغان تلکام از بعد از حاکمیت امارات اسلامی صحیح فعالیتش بسیار زیاد گسترش یافته. در بخش فایبر نوری تقریبا ما 5700 کیلومتر شبکه فایبر نوری داشتیم که در ساحات مختلفی قطع شده بود. وقتی که امارت اسلامی حاکم شد ما تا به حال 5700 کیلومتر فایبر نوری را وصل کردیم. دستاورد کلانشی است که ما از طریق اسلام قلا همراه ایران فایبر نوری را وصل کردیم. خدماتش گسترش یافته در سر تا سر افغانستان. اگر شما معلومات خواستین باز براتون معلومات میدم که در کدام ساحات افغانستان افغان تلکام و شبکه سلام سایت های مخابراتی ساختن. فعلا هم کار سرش جریان دارد. تقریبا 90 سایت مخابراتی در سر تا سر افغانستان بعد از روی کار آمدن امارت اسلامی یا ساختن. در بخش اینترنت هم خدماتشان بالا رفته به شبکه های مخابراتی، به شبکه هایی که اینترنت ارائه میکنن برای از یام اینترنت میتن. در بخش قیمتایشان هم پایین آمده. در بخش مکالمه را وقتی که امارت اسلامی حاکم شد در بخش مکالمات قیمتایشان پایین آمده. این بخش کاره ایستن که افغان تلکام تا بار بجام. خیلی خوب، در خصوص شبکه سلام که شبکه است که دولتی است و همواره مردم از بسته های اینترنتی در خصوص آنتندهی و همچنان نرخ مکالمات شکایت دارند، در این خصوص تا حالا فعالیت ها و همچنان کدام برنامه مشخص روی دست گرفته؟ بله شبکه سلام فعلا ما یک مشکل داریم که وسایلی که فرضاً ما نیاز داریم که بخریم تا بال به ما نرسیده، بودجهش است به خاطر کیفیت بالا بردن کیفیت بودجهش منظور شده و تدارک هم شده، اما مشکلی است که ما نمیتونیم که از بیرون وارد کنیم. اما باز هم شبکه سلام کوشش میکنه که قیمت ها را پایین بیاره نسبت به سایر شبکه های مخابراتی که فعلا فعالیت میکنند. نرخ های شبکه سلام بسیار پایین هستند، حتی در یک جیبی 90 افغانی 92 افغانی. برمیگردیم در رابطه با کارکردهای شبکه سلام. برادر ما از ولایت پنجشهر سلام، بفرمایید سوالتان برادر. سلام خدمت شما، سلام به مهمان گرامیتان. یک سوال داشتم از مهمان گرامی شما. بفرمایید برادر. سوال من همیست که بعد اوقات دولت پنجشهر می تمام شبکه‌های مخابراتی آنتناش قطع میشه، در ضمن یک اینترنت بسیار ضعیف داره بخصوص سیم کارت سلام. دیگه خود سیم کارت شبکه MTN و روشن خود بالکل که نت کار نمیده و از ضمن نزدیک نت کار نمیده، بعد اوقات تماسان آنتنایشون قطع میشه. تشکر. سوال دیگه نداشتین برادر؟
خب در رابطه با شبکه سلام بعدش باز خب شبکه سلام برتان گفتم که همین قیمتای مردم گفتن شکایت دارن قیمتایی که فعلا شبکه سلام ارائه میکنه در افغانستان نسبت به شبکه‌های دیگه پایین تر است یک جی بی 90 افغان 92 افغان در کیفیت هم خیلی شکایت دارن در کیفیت هم شکایت دارن ما برتان گفتم که در کیفیت وسایلی که فعلا نیاز است بودجهش منظور است بودجهش تدارک شده اما مشکلی است که ما نمیتونیم که وصول به افغانستان انتقال بدیم و در بسیاری نقاط کیفیت شام خراب نیست ما فعلا در کابل تقریبا 50 سایت شبکه سلام داریم که خدمات 4G را میکنن یعنی کیفیت با کیفیت بسیار بالا خدمات را میکنن یعنی بازم کار سر شما ما برتان گفتم که یک مشکلی که در افغانستان موجود است جغرافی افغانستان هم است که ما کتش روبرو هستیم یعنی بعضی اوقات مردم شکایت میکنن که فرزند پاکستان نرخای به این گونه است و در ایران به این گونه است فرزند هندوستان به این رقم است و در افغانستان به این رقم ما اگر امکانات بسنجیم فرزند شرایط افغانستان رو بسنجیم امو اینترنت ما از پاکستان میگیریم از ایران میگیریم از تاجیکستان و از این کشورها میگیریم فرزند چی رقم میشه فرزند از یک دکاندار چی چیز میگیره از او کدر سانتر بفروشی دیگر مشکلی است که فرزند افغانستان سایت های مخابراتی با تیل فعالیت میکنن و در مناطق هستن که اونجا برق وجود نداره و رساندن امکانات هم بسیار دشوار هستن از این خاطر و دیگه ای که فرزند افغانستان ما تقریبا 22 میلیون سیم کارت فعال داریم که از این میان 10 میلیون با اینترنت دسترسی دارن اگر کتی پاکستانی را مقایسه کنیم پاکستان 240 میلیون نفوس دارن چهار شبکه مخابرات اونجا خدمات ارائه میکنن اگر جغرافی از اون را مطالعه کنیم ولی بعض متنهای ما این شکایت داشتن که نرخ اینترنت یک جیبی بسیار پایین تر میه ولی یا بسیار هنگفت خب با همین خاطر ما اینترنت ارزان کردیم فرضاً قبلا یا میفروختن 250 افغانی یک مشکلی که موجود بود بین شبکه‌های مخابراتی بود که فرضاً 50 جی بی یا 30 جی بی را می‌دادن به 1500 افغانی که 1 جی بی فرضاً می‌آمد 50 افغانی یا 30 افغانی در حالی که به این قیمت برای ازیا تمام نمی‌شد وقتی که یا همی بستای کلان را می‌فروختن هم پیسه خود در بستای پایین پس پوره می‌کردن فرضاً 2500 افغانی یا 2500 افغانی از 100% هم بالا فایده میشه که برای زیاد میشه از همین خاطر نرخ‌ها رو برشان تعیین کردیم تا بتونن یا در بازار هم رقابت کنن سابق نرخ‌ها موجود نبود هر شبکه از خود نرخ میداد به اون رقم در بازار به مردم خدمات ارائه میکرد فعلا الکوزای صاحب در رابطه با برادر ما که از پنجشیر تماس گرفته بودند یکی خواب در نقاط بیشترش سیم کارت های شبکه های مخابراتی فعالیت ندارن یا قطع میشن یک مدت دیگه در رابطه با تماس ها گفته بودن و همچنان اینترنت که بسیار مشکل در ولسوالی عنابه یک مشکل بود که اونجا سایت مخابراتی انتندهی نمیداد مشکل تکنیکی داشت که ان شاء الله حل شده تقریبا یک هفته پیش مشکل بود که این حل شده دیگه خدماتی که در سرتاسر افغانستان از پنجشیر هم است باز هم اگر این مشکل موجود باشه این باید به زودترین فرصت حل شوه بخاطر که وزارت مخابرات به کل افغانستان خدمات یک مخابراتی یکسان ارائه میکنه فرضاً میتونه شکه با کنر یک رقم با پنجشیر دیگر رقم با کابل یک رقم با قندار دیگر رقم رقم نمیشه اگر مشکل تکنیکی نباشه انشاءالله این مشکل ما که رهبری وزارت در میان میگذاریم حالا بیشتر مشکلات در ولایت پنجشیر وجود داره امتحان ما که تماس میگیرن میپذیرین که شما بیشتر مشکلات مخابراتی در ولایت پنجشیر وجود داره تا بال کدام مشکل خاص که ما شریک نشده یادار که زنگ زده بود حتما که مشکل مواجه از این خاطر زنگ زده بود اما تا به حال کدام مشکل جدی امرای ما شریک نشده که فرضاً آنتن قطع شده یا شبکه مخابراتی کار نمیکنه یا فرضاً خدمات ارائه نمیشه به شکل عادی در تمام ولایت افغانستان بله خدمات مخابراتی شکر 0790-13-71-71 شماره تماس برنامه است در خصوص نرخ مکالمات اگر صحبت داشته باشیم که مشکل همه تنهای ما است بله. هر شبکه به خود یک نرخ مشخص را انتخاب کرده بعضی ها فی دقیقه 2 افغانی و بعضی ها پایین تر و بلند تر در این رابطه هم صحبت می داشته باشیم الکوزای صاحب برادر ما تماس گرفتن از ولایت بامیان بفرمایید برادر سوالتان بله سلام علیکم من نجیل هستم از بامیان با شما با تماس شدیم بفرما خواهر گرامی
می باشید ما یک مشکل در اینجا از منطقه 18 یک مشکل داره که هیچ شبکه های مخابراتی هیچ کدام شانتر نمیتر بغیر از روشن و روشن بسیار خیلی ضعیف که اینترنت به هیچ وجه کار نمیکنه و تلفون های خودم بسیار بلند میمونیم تا آنتن بزرد تماس اینترنت خیلی ایج آنتن نمیتر می خواستم همین مشکل براتون بگیرم اگر مهمان تا اگر کدام روی حل داشته باشه تشکر خارجی در ولایت بامیان تنها یک شبکه خصوصی اونجا فعالیت میکنه که هم گهگاه آنتندیش درست است ولی بعضی وقتها همیشه گفتن که آنتن نمیتن خب دولت بامیان کدام منطقه را گفتن؟ نمیدانم دقیق منطقشان ولی خب دولت بامیان در اکثر ولسوالی ها خدمات مخابراتی فکر کنم خوبتر است نسبت به دیگر بخاطر که اونجا تهدید چیز مواجه نبود شبکه های مخابراتی فعالیت هایشان خوبتر بودن اما کاش مصاحرم میگفتن که ما امرای منطقه 18 بله ما هم امرای کم شدیم انشاءالله مشکلشان ما شریک میکنم این شبکه های مخابراتی در جایی که سایت ماندن یا مکلف هستن که خدمات مخابراتی رایه کنن و در ساحاتی که یا فعالیت میکنن یا مکلف هستن که در مساحات خدمات اینترنتی خدمات مکالماتی با مردم ارائه کنن انشاءالله مشکلشان حل میشه بله بخش در خصوص مکالمات نرخ مکالمات بله در خصوص نرخ مکالمه این چیزی بود که فرضاً مردم میخواستن یک قیمت های اینترنت هم میخواستن که پایین بیاید یک قیمت مکالمه را میخواستن پایین بیاید ما دو رقم مکالمه داریم یکی آن نت و آف نت آن نت که بین داخل شبکه باشه فرضاً یک از یک شبکه و به اون شبکه که میخوای زنگ بزنی یا این نرخ های بودن که از 2.5 افغانی تا 3 افغانی تعیین شده بودن بین شبکه های مخابراتی که ایره ما با 1.85 افغانی کاهش آوردیم 1.85 پول یعنی بله 1.85 پول و قیمت های آف نت از یک شبکه به شبکه دیگه که بود ای از 3 افغانی تا 3.5 افغانی تعیین شده بود بین شبکه های مخابراتی که ایره ما با 2.2 افغانی یا 2.2 پول کاهش آوردیم قیمت هایش کاهش دادیم و در بخش اینترنت هم قبلا گفتم که اینترنت با 2.5 سال خیلی خوب در خصوص تماس ها کدام میکانیزم مشخص وجود داره که مثلا مثل که شما اینترنت گفتین که حدود 120 افغانی شده 1 جی بیش 110 افغانی با معذرت در نرخ مکالمات چطور پلان دارین که کاهش بده نرخ مکالمات خب گفتم که نرخ مکالمات هم کاهش یافته فرضاً قبلا که بود از یک شبکه که به شبکه دیگه زنگ میزدید در بخش مکالمات قیمت ها بودن 2.5 افغانی لا 3 افغانی تا 3.5 افغانی این به 2.2 افغانی کاهش یافته و فرضاً از یک شبکه به مشبکه که زنگ میزدی یا از 2.5 افغانی به 3 تا 3 افغانی که 1.85 افغانی کاهش یافته یعنی هم در بخش اینترنت و هم در بخش مکالمه قیمت ها کاهش تشکر تماس داریم سلام بفرمایید سلام علیکم علیکم سلام برادر بفرمایید سوالتان صدای شما رو داره برادر بفرمایید تمام یعنی قانونی که ساخته و ساخته بود و خود بگم چه باید تکیه شما شکر هم حق بگم مسلمان است تقریبا چند کتر اگر نبود نال پایین شده مغرب از مستان ملت به این کار رو از این کن که دست نکی که به خود ما دولت مجمع بگم چرا؟ ولی بشی اینا رو چون در نفت اینا رو نگو کنم برادر مشخصاً شما تنظیم جواب منطقی بکبر ما تمام ملت زمینده برمانه شما چرا اینا سرباز میزنیم جواب منطقی نمیتن باید اینا بگوین سوالتان برادر درست نگرفتین میشه کوتاه‌تر سوالتان رو بگوین که در چی خصوص شما شکایت دارین ببینید در سر برای ما خیلی یک دفعه اینا از خود شبکه مخابراتی میگیرن مالیات میگیرن دیگه دفعه بعدی هم از ما شما که میگیرن بله تشکر در خصوص مالیات قبلا هم صحبت کردیم میشه که بازم یک خب اشاره کوتاه داشتم مشکل شانده ای باشه که 10% مالیه کجا میره ما قبلا هم گفتم که 10% مالیه فعلا از هر سیم کارت هم 1 افغانی که دور داده میشه ای به اکانت وزارت جمعوری میشه از اکانت وزارت به وزارت مالیه میره وزارت مالیه با میکانیزمی که دارن ازش استفاده میکنه هیچ افغانی ایفون میل نمیشه در خصوص کارمندان مسلکی
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی هم صحبت می داشته باشیم، اما وقفه داریم. پس از وقفه کوتاه ادامه مجله صبح. برنامه مجله صبح شما بینندهش هستن و موضوع برنامه در رابطه با کارکردهای وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی است که شما میتونین تماس بگیرین به برنامه. شماره تماس هم در روی صفحه های تلویزیونتان هست، میتونین که به برنامه تماس بگیرین و تماس گرفتین موقعیت خوب اختیار بکنین، دومم صدای تلویزیونتان رو پخش بکنین. تماس داریم، بیننده ما تماس گرفتن. سلام، بفرمایین سوالتان. سلام علیکم. علیکم سلام برادر، بفرمایید سوالتان. از ولایت خوست ولسوالی سیغلان سر زنگ داریم. از ولایت خوست؟ بله. خب بسیار خوب. سوال ما مخابراتی همی بس سرحد تاجیکستان هستم، یک مخابرات انتن بایی انتن بود ای صاحبه ایالی غیر پال شده کبالی یک دو سال میکنم در غیر پال است. امیر جور میگه دمی بسیار آنتن نبر ما تاجیک سیم کارت تاجیکی می آنتن های تاجیکی مخابرات میگن آنتن نمیشه به خاطر هم یک زنگ زدیم. در کدام صاحب امام صاحب بسن برادر شما؟ صاحب امام صاحب سرحد تاجیکستان است از قره غراو. خب بخیر باشین، تشکر. خوب این مشکل است که باید قطع وزارت شریک شوه. من ان شاء الله شریک میکنم، معلومات شما باز با شما شریک میکنم. شما قبلا در باشه خیلی خوب خود مسلکی گفتید، در رابطه با کارمندان مسلکی که بعضی ها مردم میگفتن کارمندای مسلکی وجود نداره، اون تعداد هم که داشت در حکومت سابق اونا یا استعفا دادن یا هم رفتن، در این رابطه شما فعالیت خوب داشتین کارمند داشتن؟ تقریبا از تمامی وزارت مخابرات اگر با شکل کل بگیم 10 نفر هم نرفتن. کسی که رفتن او با خوش خود رفته، کسی برش نگفته که وطن ترک کنه یا وزارت ترک کنه. لله الحمد ما تقریبا تمامی پرسنل مسلکی را در وزارت خود داریم و یک چیزی که بسیار خوب است، قبلا 51% کارمندان مسلکی ما در وزارت داشتیم که 49% این بخش حمایه ویش بود. فعلا ما تقریبا این بخش بالا بردیم از خاطر که ساحه گسترش یافته، خدمات بالا رفته، در تمامی افغانستان ما خدمات داریم. از این خاطر پرسنل مسلکی ما با 74% ارتقا یافته، یعنی فعلا تقریبا ما 26% حمایوی داریم. دیگه تمامی کارمندان وزارت مخابرات بخش مسلکی هستند که از 51 به 74 یا بالا رفتن، که یا فرضاً میتونند در تمامی افغانستان مشکلاتی که هستند ایر تحت نظارت و کنترل خود داشته باشند، که شبکه های مخابراتی در جریان باشد، که همی خدماتی که شبکه های مخابراتی رای میکنند در جریان باشند. یعنی یک چیزی است که ما میتونیم سرازی کادر مسلکی، پرسنل مسلکی یک دستاوردهای بسیار خوبی داشته باشیم مثل که امسال داشتیم. یعنی در این شرایط ما فرضاً ساحات در افغانستان گسترش دادیم، عواید بالا بردیم، سر کیفیت کار روان است، سر پالیسی فایبر نوری که نهایی شده، وقتی که نهایی شد باز با شما شریک هم میشه اما بخش مطبوعاتیش. یعنی چیزایی بود که ما تانستیم از تیم مسلکی مخابرات استفاده کنیم و با اماتنای خود خیلی خیلی خوب. بعضی وسایل یا بعضی دستگاه هایی که مربوط به وزارت مخابرات میشد، مثلا ضبط کن بود یا صدایی که مکالمات ضبط میکردن، اینا هم فعلا وجود داره در وزارت مخابرات؟ بعضی ها گفتن که این وسایل اکتی داده که دمو هرج و مرج میرفتن با خود بردن. هیچ وسیله از وزارت مخابرات بیرون نشده و در بخش وزارت مخابرات فعلا از مصوبه ریاست الوزراء هیچ کس حق نداره صدای کسی را ثبت کنه، هیچ کس حق نداره با صدای کسی دسترسی پیدا کنه، هیچ کس حق نداره با ایمیل و اکاونت و فیسبوک و توییتر کس دسترسی پیدا کنه. وزارت مخابرات در این بخش هیچ صلاحیت نداره و مردم ما مطمئن باشه که نه صدای کسی ثبت میشه، نه به حریم خصوصی کس دست درازی میشه.
از بخش وزارت مخابرات نیست. وزارت مخابرات نظارت از خدمات مخابراتی شبکه‌هایی که در افغانستان فعالیت میکنند. وزارت مخابرات در بخش تکنولوژی کار میکنند، در بخش مخابرات کار میکنند، در بخش مکالمه کار میکنند. بخش خدماتی است که به مردم خدمات ارائه میکنند. بخش نیست که از مکالمه مردم ضبط کنند. بخش نیست که با حریم خصوصی کسی داخل شود. این بخش است که فرزند ما میتونیم با هدف ما این است که عوایدی هم داشته باشیم و خدمات بالاتر هم داشته باشیم. خیلی خوب. در آخرین فرصت که دو دقیقه وقت داره الکوزای صاحب میشه در رابطه با پلان های آینده تان و همچنان پلان هایی که بزودترین فرصت است کدام کارکردها و چه فعالیت هاست؟ خب اولین پلان این است که فرزند ما 450 سایت مخابراتی که در مناطق دوردست افغانستان برشان جای تعیین شده ای را نصب کنیم، کارهای تکنیکیش را با پایان برسانیم و در بخش شبکه فایبر نوری دستاورده خوبی داشته باشیم، بتانیم افغانستان از طریق فایبر نوری همراه کشورهای مختلف وصل کنیم تا بتانیم یک چارای خوب باشیم از ترانزیت اینترنتی بین آسیای میانه، بین آسیای جنوبی که به افغانستان هم از نگاه عواید و هم از نگاه کیفیت هم از نگاه اینترنت بسیار یک پروژه زیربنایی است. در بخش بالا بردن خدمات اینترنتی، بخش بالا بردن خدمات مکالماتی هیچ چیزی هستند که هدف وزارت مخابرات است. انشاءالله کارم سرشان روان است. خیلی کوتاه اگر در رابطه با می سیم کارت هایی که راجستر نشه بعضی ها میگن در روی سرک فروخته میشه، خب سه یوم صحبت داشته باشیم جمع آوری شده چه بوده است و یک طرز العمل که میفروشن همین کارا میکنن عملا اونا باید یک طرز العمل از طریق وزارت مخابرات بر از یاد جور شده. فعلا اگر شما بازار برین نمیتونید سیم کارت غیر قانونی را بازار پیدا کنید. وقتی که رهبری وزارت مخابرات آمدند پایین وزارت تقریبا در 1 کیلومتری وزارت سیم کارت ها فروخته میشد. فعلا در سر تا سر افغانستان سر شبکه‌های مخابراتی ای جبری شده که هیچ کس نمیتونه سیم کارت غیر قانونی که در بازار فروخته شود، سیم کارتی که با مردم آزار و اذیت ایجاد میکنه ای فروخته نمیشه. اگر به این رقم کس مواجه شدن با فروختن این رقم میتونه بازار مخابرات شکایت کنه. ما میتونیم مانی کار شویم و تا به حال ما در اکثر ولایت افغانستان سیم کارت هایی که غیر قانونی بودن و غیر قانونی فروخته میشدن یا از قیمت خود بالاتر فروخته میشدن ما رو جمع‌آوری کردیم و چیزی که مسئولیت ما بود او را انجام دادیم، چیزی که مسئولیت ارگان های نظامی بود اونها انجام دادیم. تشکر آقای عنایت الله الکوزای سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی از حضورتان به برنامه. موفق باشند در راستای کاری. محمدی صاحب تشکر از بیننده ها. وقتتان بخیر. خدا نگهدار. بقیه برنامه ما از یک فراموش نکنید.